ایده کلی پروژه و روندش که به این صورتی که الان در اومده دیده میشه اینجوری بود که من اولش میخواستم یه چیزی مثل یه اژدها دایناسور چیزی بین این دوتا بسازم، چون کلا دوست دارم فرم دایناسور رو، و به صورت یک ویدئو یه چیز خیلی بزرگی، یعنی یه دایناسور خیلی بزرگی بسازم و اینو تو شهر تکونش بدم، یعنی یه جوری ارتباط فضای شهری باشه با این دایناسوره. همزمان یه ایده‌ای که داشت میرفت جلو این بود که میخواستم یه گروه آدم، یه مجموعه که یعنی تعدادشون کنار همدیگه اهمیت داشت برام، که اینا کنار همدیگه قرار بگیرن با هم بخندن و توی لوکیشنای یکم ناکجا آباد، یه جاهایی خیلی مستقیم اشاره نکنه به کجا، میخواستم یه پروژه اینجوری عکاسی کنم. و فکر کنم این دوتا ایده ها یه جوری به همدیگه برخورد کردن و مثلا این شد که یعنی از اون، یعنی یه جوری یه انتزاعی رسید اون دایناسور یا اژدها به یه دومه، یه خزنده که مستقیما هم نگه چی هست، و اون خنده ها هم که حالا یک جریانی داره که چرا رنگ های زیاد و چرا به اون صورت پروژه در اومده، این دوتا کنار هم دیگه این شکلی شد که الان میبینیم. به یه نتیجه برسیم که اصلا میخوام این دومه چه شکلی باشه، چه فرمی باشه، و برها توی ذهن، تو ذهنت یه چیزی میگذره که شاید نمیتونی هم بگی، اما هی میخوای تست بزنی ببینی آیا با اون نتیجه میرسی یا نه. که ما شروع کردیم با حامد اینجا با چند تا مجسمه ساز صحبت کردن که ببینیم که مثلا این ایده رو، این ایدمون رو توضیح میدادیم و اونا خب روش های مختلفی رو برای ساختش میگفتن، که در نهایت با محمود محرومی به این نتیجه رسیدیم که اینو میشه به این فرم ساخت و این دقیقا همون چیزی بود که ما میخواستیم. چیزی شده، کارتونی شده. آره دقیقا، مثل عروسه که الان. آره آفر. سبز دیگه خورده، این دیتیل اونه. ایده یه جوری بود، اول من فکر می‌کردم میخوام خیلی تو همه عکس ها حجم دومو خیلی زیاد نشون بدم. اولین فریمی هم که عکاسی کردیم اینجوری بود، یعنی خیلی حجم دومو زیاد میدیدی، طول 6 مترشو میدیدی و آدم ها دارن حالا اون عکس رو تو فضاشون دارن، اما انقدر این دوم بزرگ بود که تو دیگه اکت آدم ها رو نمیدیدی، اون فضایی که یا میخوام مثل فضای تبلیغات کنم شد نمیدی، همش اون حجم دوم رو داشتیم نگاه میکردیم. این شد که از تصمیم گرفتم نه، این تو زندگیت باشه اما یه برش کوچکی در فضای زندگی تو باشه، که حالا جاهای مختلف فرمای مختلفی بگیرم. بس آخر رو اون باشه، من یه تست بگیرم. پرند و پرنیا. خوبه. سایتون بیاد بالا خیلی بخندیم. قه قه. اوکی. فول کنم فلاش رو؟ آره همه رو فول کن. شما توی تصویرتون حباب هم لازم داری یا فقط فیگورش بگیرم؟ باید بگیرم مثلا حباب در بیاد. اگه در بیاد میشه در بیاد؟ آره در بیاد. خب الان تازه زیاد شد، همه کم بود. ببینم تو اگه بر وسط خرجه این فوتو هزینه بار دیگه. ما اول یه ایده‌ای داریم، یعنی میگم ما، چون که من تنها پروژه رو نمیبرم جلو، یعنی من یه ایده ای دارم که معمولا با حامد و رعوف سر ایده یه مشورت میکنیم، بعد این ایده شروع میشه به طراحی کردن راجبش که ما میخوایم این ایده ها رو چجوری عکاسی بکنیم، و بر اساس اون طراحی که میکنیم لوکیشن پیدا میکنیم و بر اساس لوکیشن هامون آدم هامون رو پیدا میکنیم و یه روز هم میریم یه عکس میگیریم و اون عکس پروژهش تموم میشه. یه باید هم اینجا باشه، همین، یه چیزش نکنه.
بادکنک ها دو تا اینجا هست، یعنی بگر از این دو تایی که اینجا هست بادکنک دو تا بادکنک اینجا باشه یه تایی بر بادکنک باشه تا بیدن من چشاتو نبینم یه چیز بالا میخندگی و اینا یکم الان خیلی فشار هست یکم حالت مصنوعی به خودش کنید با داری جارو کنید پاهاتم وقت ندارم مجگان یه در کنالی دوز اقا یه کم آدم هارم چون من آدم یعنی برای کار آدم پروفشنال حرفه‌ای که بیاد اون مدل عکاسی استفاده بشه نداشتم اما خب خیلی بچه های تئاتر بهم کمک کردن خیلی هاشون لطف کردن می اومدن سر کار و مدل می شدن و یه عدهشون هم خب نه ما فقط می رفتیم تست می گرفتیم و آدم های مختلف رو پیدا می کردیم عکساشون رو می دیدیم یه سری فکر می کردیم بهتر می کنیم این چهارتا رو می خواهیم بعد اون چهارتا رو می رفتیم تست می گرفتیم از اون چهارتا باز دوتا از اون دوتا یه نفر و اون یه نفر اون یه نفری بود که حالا تو عکسمون ازش استفاده می کردیم همه کار عکاسی مشهد انجام شده رفتیم مشهد رو شروع کردیم با حامد و رئوف دنبال لوکیشن گشتن و یه زمان خیلی خوب زیادی هم میبره تو یه چیزی تو ذهنت داری و میخوای به اونا برسی مثلا من میخواستم تو عکس های مثلا تو یه سریشون خونه هست اما یک کم حس ناکجا آباد بده یعنی امنیت نداشته باشی تو همون حالت تصنع رو زیاد داشته باشیم تو عکس ها و از این جهت خیلی وقت زیادی ما گذاشتیم برای اینکه لوکیشن ها رو پیدا کنیم به عنوان مثال مثلا عکس کارخونه من میخواستم یه عکسی توی فضای کارخونه بگیرم که یه کارخونه تو جاده قوچان پیدا کردیم و رفتیم اونجا رو دیدیم خیلی کارخونه عظیم و این بود و من خیلی هیجان زده که وای این چیه و الان ما اونجا چیکار میتونیم بکنیم و اینا خیلی خوب بود اما شروع کردم به عکاسی کردن نه اصلا اون چیزی هم نیست که من میخوام یعنی بیشتر عظمت کارخونه منو گرفته بود صفر میگیرش برو جانو برو جانو موسیش آره آره صفر میگیرش چون باز الان میخوره روشیم من یه داری بیاید جلوتر روشیم من آقا موسا خنده داشته باشین خنده زیاد لبخند لبخند بیشتر آقا موسا بیشتر خنده زیاد آقا موسا خنده زیاد کجا بذارم؟ بذارم پایین تر بذارم پایین بگو موقعیت باشه چیز در بردی؟ چی؟ کمر در بردی؟ آره کمر در بردی
و تو همون فضای کارخونه چون خیلی بزرگ بود یعنی سولتوری رو پیدا کردیم که یه ماشینی هم اونجا بود، دیدیم این دقیقاً عکس خوبیه مثلا برای یه کار دیگه‌مون. یعنی ما کارخونه رفتیم اما عکس دیگه‌مون رو اونجا تونستیم بگیریم. ببین تو این مجموعه تو گروه های سنی مختلف میبینی، آدمایی با لیبل های مختلف اجتماعی توش وجود داره، یه خانم ها دارن سبزی پاک میکنن، جشن تولده، اینا هم جزء همون مجموعه هن، یعنی جدا نیستن. پشتی رو کلا بردارم؟ آره چون از کارت بره بیرون؟ آره چون اما یه دونه شد اون یه دونه رو بردارم. آتری اینجاست یکم بریه بیده شما خنده. خب به همین یک دو سه مگه بس تو بشی بیا. نه بابا مامانم یک دو سه هستی خوب بود؟ نمیدونم والله اینا تو خودت بیشتر میخندی. بعد ما معمولا این گروه سنی ها رو اینجوری میبینیم، یه گروه پسر که میرن کلاس ورزش مثلا، یه گروه دختر که در یک آزمایشگاه، یعنی فرم زندگی ما به این تقسیم بندی ها رو داریم دیگه. و مثلا اون آزمایشگاه خیلی هم همه چیش هیچیش به هیچی ربط نداره، یعنی مثلا تو اون آناتومی رو اون وسط میبینی، اسکلت رو میبینی، بعد دارن با میکروسکوپ یه کار دیگه هم میکنن، یعنی تو همون فضا همون روایتش یه روایت خیلی صادقانه ای منظورم نیست، مستندگونه نیست، همه چی مرزها شکسته و خیلی ناکجا آباده و همون فضایی که قرار دارم. و میخواستم که چون این گروه سنی هم تو مجموعه من قرار بگیرن، چون اینجا همون چون اتفاقی داره برای من و تو میافته یا برای نسل بالاتر از ما میفته، برای اونم داره میافته، یعنی اون آتش فشانه اون رو هم داره تهدید میکنه. من تو دو تا مجموعه قبلی کلن رنگا رو از عکسام میگرفتم و حالا یه دفعه تو این مجموعه اومده بودم، هرچی رنگ بود تازه به عکسا اضافه کرده بودم و اونجا دنبال کاغذی میگشتم که رنگ رو بخوره، یعنی بره تو بافتش و این حالت سردی رنگ حس بشه، که این شد که سمت اینجکت کلن رفتم. یعنی اصلا پروسه شکلگیری که من چرا سی پرینت نکردم و رفتم اینجکت پرینت این بود.
و خب خیلی نتیجه خوبی ده. یعنی واقعا تو دوتا مجموعه قبلی این حالت رو مثلا رو کاغذهایی که بافت دارن و رنگ رو میخورن، رو اون حالتی که من میخواستم از عکسام خیلی نتیجه گرفتم. بعد حالا رو این مجموعه خودم، حالا که این برعکس، یعنی من یه عالمه رنگ دارم، بعد برم ببینم با چه عکس کاغذی میتونم به این نتیجه برسم، دو سه تا کاغذ تست کردم. برای همون بعد روی کاغذی رو پیدا میکردم که این رنگا رو همینجوری که من میخوام خیلی شاینی و خیلی درخشان نشون بده. یه تجربه داشتم تو برلین، یه سری عکسای زنانم رو کاغذ هانیموله چاپ کرده بودم و تفاوتش که این چقدر رنگا رو خوب در میاره رو داشتم. و این شد که اینجا هم روی کاغذ هانیموله، روی یعنی حالت های گلاسیش تست گرفتم و رو حالت یعنی نیمهش هم تست گرفتم، دیدم نه این کاغذ یعنی رو حالت خیلی شاینیش خیلی خوب جواب میده و رنگا همینجوری درخشانه و فرم عکس تبلیغاتی گونهش رو بیشتر میکنه. این شد که اصلا کاغذ رو هانیمول انتخاب کردم. آتش فشان برای من یه جورایی اسم بعد از عکسی که شما دارید میبینید، مثل همون هپی فامیلی که دارن میگن ما خیلی خانواده خوشحالی هستیم که این کالا رو داریم، اما تو همون لحظه که میدونی این تبلیغاته باور نمی کنی خانواده خوشحال رو. و اینجا هم همون مرزیست که تو خب اگر برگرده، اگر بخواد دوباره این دومه برگرده تو تصویر تو، یعنی همون اتفاقی داره پشت عکس ها میفته، چه چیز رو ما میبینیم، چه اتفاقی میخواد بیفته.